بوستون یکی از شهرهای اساسی صنعتی در مملکت بوده، دوام سالهای صاحب استقلالی در زمینه تطبیق برنامه‌های دولتی و دستگیری به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمون، رشد تمام ساحه‌ها در آن تامین و سطح صفات زندگی ساکنانش به مراتب بهتر گردیده است. شهر بوستون اگرچه سال 1956 تأسیس یافته باشد، هم به گفته مسئولین آغاز مرحله رشد و انکشاف تمام بخش‌های خواجگی خلق در آن به زمان صاحب استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان راست می‌آید. مساحت عمومی شهر نزدیک 28 کیلومتر مربع در بر گرفته، در آن نزدیک به 36 هزار نفر اهالی به سر میبرند. بازدیدهای پی در پی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون از این شهر صنعتی و دارای امکانات های زیادی رشد این ساحه برای ساکنان پیک شادمانی آورده، بر روند کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه بخشیده، با این وسیله شماره موسسه‌های نوی استحصالی، تعلیمی، تندرستی، بیمارخانه، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی، مرکزهای کار و خدمت‌رسانی، انشاءات ورزشی و موسسه‌های رنگی و فراغتی رو به افزایش میارد. شهر بوستون با تطبیق برنامه های دولتی و جلب سرمایه داخلی و خارجی در سمت بنیاد انشاءات دارای تعینات گوناگون تا تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باید سیمای خود را باز هم دیگرگونتر نماید. امروز در این شهر در سمت تطبیق برنامه دستگیری دولتی صاحبکاری جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2012-2020 تدبیرهای زیادی عملی میگردند و در اساس برنامه طرح گردیده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بنیاد بیشتر از 160 انشاء در ساحه های گوناگون به نقشه گرفته شده است. در شهر بوستان برای سزاوار جشن گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار رئیس سران تاثیر رسید است که در آن 167 بند نقشه جاری بینی ها به نقشه گرفته شده، تا این دم 76 بندی آن به استفاده داده شده است. در نقشه جاری بینی ها کارخانه های استحصالی، مرکزهای خدمت رسانی، مؤسسه تا مکتبی، مؤسسه تندرستی، همه این شده که از حیات مردم وای است به نقشه گرفته شد. بحری آباد نمودن شهر، کوچه های آباد شهر، منفرش کنی کوچه ها، چراغان کنی، نقشه ها رو به نیا کاربری رفتی شده. در شهر بوستون ساحه صنعت یکی از بخش‌های اساسی تامین رشد اقتصادیات بوده، در سال‌های استقلالیت دولتی شماره کارخانه و کارگاه‌های استحصالی در این شهر رو به افزایش آورده است که در آنها اساساً استحصال محصولات رقابت‌پذیر را به صادرات نگرانیده شده به راه مانده شده است. اگر شماره کارخانه‌های صنعتی در شهر بوستون در سال 2010 10 عدد را تشکیل می‌داد، پس این نشان داد امروز نزدیک به 30 عدد را در بر می‌گیرد. در شهر همچنین فعلاً 20 عدد کارگاه‌های خرد و میانه فعالیت دارند و حجم استحصال محصولات صنعتی در 7 ماه سال 2019 با نظرداشت همه خدمت‌رسان‌های پولکی به 175 میلیون سومانی رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته به طرز چشمرس زیادتر میباشد. تنها در 6 ماه سال جاری در حدود شهر بوستون 3 عدد کارخانه نو، سوخت پلاستیک، بوستون سپیتامن و کارخانه استحصال قبرهای آزبستی واسیدزاده به فعالیت آغاز کردند. شهر بوستون همچون شهری صنعتی به حساب می رود. قید کردن ضرور است که شروع از سال 2010 تا این جانب با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون در شهر یک چند کارخانه های صنعتی به مانند جدمه ایلگان، جدمه سوخ پاک، جدمه فرم سوخت، کارخانه استحصالی پایفزال بروری و دوزندگی در جماعت شهرکی پاقلوز، کارخانه استحصال حالتهای پولیتلینی سوخ پولتکس مورد بهره برداری قرار گرفته است که امروزها در این کارخانه های ذکر گردیده زیاده از 500 نفر کارمندان کار و فعالیت نموده استادند. باعث قید است که با مقصد عملی شوی هدف چهارم ملی مملکت در 7 ماه سال جاری در شهر 3 عدد کارخانه های استحصالی، از آن جمله کارخانه استحصالی قبرهای آزبستی به نام جدمه واسیدزاده و کارخانه های استحصالی حالتهای پلی اترینی جدمه سوخ پولیتکس و بوستون سپیتامن تأسیس داده شد.
در شهر بوستان امکانات و شرایط مساعد در سمت رشد سوهای صنعت به آن سبب شده است که شماره کارخانه‌های صنعتی سال تا سال بیشتر و حجم استحصال محصولات صنعتی به صادرات نگرانیده شده افزایش داده شود. امروز در شهر بوستان جمعیت دارای مسئولیت مدودی انهار، سوختپک، جلای جوهر، جمعیت سهامی پوشیده یوراسیا 2005، شربت میوه، فرم سوخت و الگانت از کارخانه‌های دانسته می‌شوند که محصولاتشان در بازارهای داخلی و بیرون دارای طلبگاران زیاد می‌باشد. در کارخانه‌های صنعتی شهر فعلا استحصال نزدیک 30 نمودی محصول برام مونده شده است که با گفتی مسئولین عمای آن واردات ایواز کننده میباشند. جمعیت دارای مسئولیت مدودی انهار که سال 2018 با اشتراک به واسطه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در شهر بوستان با استفاده داده شد، فعلا برای بازارهای داخلی و خارجی محصولات خوش صفات نوهای گوناگونی آرد استحصال مینماید. کارخانه‌های صنعتی شهر بیش از 30 نمود محصولات های صنعتی را استحصال مینمایند که امروز ها همچون محصولات های استحصال شونده آنها همچون محصولات های واردات ایواز کننده به حساب می رود. سوهای معارف نیز در دوران صاحب استقلالی کشور در شهر بوستان با توجه و دستگیری به واسطه حکومت مملکت روش نموده، امروز نسل نوراست در مؤسسه های نو زمانوی به تعلیم فرا گرفته شدند. در دوام صاحب استقلالی افزایش پی در پی مبلغ گذاری سوهای معارف در این شهر به روند ساختمان مکتب های معاصر، تعمیر و ترمیم و مستحکم سازی زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تعلیمی تکانی تازه بخشیده است. اگر حجم مبلغ گذاری سوهای معارف در سال 2010 2.1 میلیون سومانی را تشکیل میداد، پس این نشان داد در سال 2018 به 10,687,000 سومانی برابر گردیده است. ماس توجه و دستگیری روزافزون سروری معارف پروری مملکت بود که امروز در شهر بوستان 25 عدد مؤسسه تعلیمی از جمله دو گیمنازیه، یک مکتب پرزیدنتی و یک لیسه فعالیت نظر است دارند. باید قید نمود که در میخوص شهر 10 عدد مؤسسه های خصوصی وجود دارند و این مؤسسه های خصوصی یکی از دستور سپرش های پیشوای ملت که برای زیان نمودنی مؤسسه های خصوصی و زیان نمودنی فراگیری کودکان به مؤسسه های تا مکتب می باشد. و خرسندی آور است که در تشریف گذشته پیشوای ملت کودکستان خصوصی گل نوروزی با تشریف آن کس به استفاده داده شد و امروز ها در میخوص شهر زیاده از 40% کودکان سینی تا مکتبی و کودکستان فرا گرفته شدند. در 25 مؤسسه تعلیمی شهر بوستان امروز نزدیک به 10,000 نفر خواننده به تعلیم همه‌جانبه فرا گرفته شده است و به آنها آموزگاران جوان و تجربه دار در سوی وطن دوستی و مهم پرستی می آموزند. مؤسسه تعلیمی شهر در سالهای استقلالیت دولتی تاجیکستان با توجه پیوسته پرزیدنت مملکت با سیمخانه های تعلیمی زمانوی از جمله کابینت های فنی، آزمایشگاه ها، تکنولوژی انفورماسیونی و دیگر شرایط موثر علم آموزی تامین گردیده، آموزگاران برابر روانه نمودن توجه زیاد به زبان آموزی نسل آینده ساز کشور برای آموزانیدن علم دقیق هم توجه بیشتر میدیند. مه زمت های شبانه روزی اهلی معارف است که همه ساله خوانندگان مؤسسه های تعلیمی شهر بوستان در آزمون و المپیاده های سطح جمهوری و بین المللی فعالانه اشتراک و سازاوار جای های نمایان میگردند. معارفچیان شهر بوستان با در نظر داشت دستاورد های دورانی صاحب استقلالی کشور امروزها در اساس دستور سپرش های رهبریت عالی مملکت و نقشه چوربینی های مخصوص به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نیز آمادگی همه جانبه میبینند. در شهر بوستان در دوام سال های آینده برای بولی بوشوکو از این جشن بزرگی ملی مؤسسه های نوی تعلیمی ساخته می شوند که با باز هم بهتر گردیدن سطح صفات تعلیم و تربیت نسل نوراست کنی تازه خواهند بخشید. یک کودکستان خصوصی دیگر به نام اختری توبان و کشاده شوی آمادگی داده است و همچنین در جماعت شهری که پلاس دو گروهی کودکستان رقمی 16 از تعمیر و ترمیم پور برآورده می شود و به استفاده داده می شود و ما مقصد داریم که تا آخر سال فراگیری کودکان را به کودکستان ها به 50% رسانده باشیم. همچنین مؤسسه تعلیمی به دستاورد های زیاد نایل گردیدند که این در سمت هم المپیاد ها و هم اکادمی خردی علم ها می باشد و امروز اهل معارفچیان با یک خرسندی به آغاز سال تحصیلی نو آمادگی خود را دیده ایستادند. در شهر بوستان امروز برابر مؤسسه تحصیلات میونه عمومی همچنین دانشکده کوهی متالورگی تاجیکستان فعالیت نظر است دارد که در آن بیشتر از 3000 نفر دانشجو از روی 15 اختصاص به تعلیم فرا گرفته شده است. در دانشکده مذکور متخصصان در سوهای کوهکاری آماده کرده می شوند و در رشد سوهای گوناگون نه تنها در شهر بوستان بلکه تمام مملکت سمی نظر است می گذارند. طور تاکید می گردد این مؤسسه تحصیلات عالی تاجیکستان در دایره دستور هدایت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سال 2006 تاسیس یافته است و نقش آن در حالت امروزه در سمت آماده نمودن متخصصان کاردان و با تجربه نظر است. این دانشکده یگانه مؤسسه تحصیلات عالی در مملکت است که برای صنعت کارکرد معدنهای کوهی متخصصان دارای معلومات عالی را آماده میکند. سمت دانشکده این آماده کردن کادرهای
مهندسی برای پیشبردی سمت کوهکاری و آماده سازی متخصصان در این سمت می باشد. چه خیلی که به همه شهروندان عزیز کشور معلوم است، روز از روز کارخانه های صنعتی هرچی بیشتر به فعالیت شروع کرده ایستادند در سمت کارکردی کنهای کندنی های فایدنوک، کارخانه های عظیمی متالورگی که خود از دوران شوروی نمونهش تالکو است، اینجا باز چند کارخانه دیگر به فعالیت شروع نمودند. با دستگیری حکومت با کارخانه هایی که نو بنیاد می شوند شرطنامه ها را وسعت داده، لابراتوری های موثر زمانوی تاسیس دادیم. در شهر بوستان حفظ صحتی اهالی و فراهم سازی شرایط بهتر خدمت رسانی به بیماران نیز زیر توجه حکومت کشور خاصه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان قرار دارد. همساله با افزایش دادن حجم مبلغ گذاری صحه مؤسسه های تندرستی شهر تعمیر و نوسازی و با دستگاه و تجهیزات زمانوی تامین کرده می شوند. اگر در سال 2010 مبلغ گذاری به صحه تندرستی شهر 1.4 میلیون سومانی را تشکیل می داد، پس این نشان داد امروز به زیاد از 6 میلیون سومانی رسانیده شده است. با استفاده از این امکانات امروز در شهر بوستان 9 مؤسسه تندرستی، از جمله یک بیمارخانه مرکزی، یک مرکز سلامتی، 7 مرکز طبی خصوصی موجود است که سمت اساسی فعالیت آنها در اساس استراتژی ملی سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2010-2020 و برنامه‌های ملی و صحوی قبول گردیده براه مانده شده است. تعمیر و نوسازی و مجهزسازی مؤسسه‌های تندرست شهر بوستان با دستگاه و تجهیزات موثر فعلا با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. با دستگیری بی‌واسطه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام‌علی رحمان امروز در تمام ساحه در ساحه تندرستی جمهوری پیشروی های زیاد دیده می شود، خصوص در ساحه تندرستی شهر بوستان تعمیر و ازنسازی های شعبه ها 15 شعبه بیمارخانه امروز با تجهیزات های نوین کارکردی سادند، جلب متخصصان جوان نیز در سطح ضروری به کار مانده شده است. جوابند به این غمخوری های دولت کوشش میکنیم که سطح خدمت رسانی باز هم بلندتر برداشته شود. سوهای فرهنگ نیز در سالهای استقلالیت دولتی در شهر بوستان رو به رشد آورده، اهل فرهنگ کشور با تمام شرایط کار و فعالیت تامین میباشند. در شهر بوستان فعلا 5 مؤسسه فرهنگی از جمله باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی، تئاتر روسی دولتی دراموی و مسکفی به نام الکساندر سرگیویچ پوشکین، کتابخانه، مکتب سند و قصر فرهنگ فعالیت نظر است دارند. فرهنگچیان شهر در برابر اشتراک در چهارمینیای گوناگون دارای اهمیت داخلی و بین المللی با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برنامه‌های رنگی را تریزی نموده، آمودگی ها را در این سمت پرزور می نمایند. تحلیل ها نشان می دهند که در سایه فرهنگ شهری بوستان در دوامی سالهای سایب استقلالی وطن نشان دهنده های چشمرس به میان آمدند. خوشبختانه امروز در شهری عزیزی ما سالی را گذشته با اشتراک بی‌واسطه اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی که با طرح زمانوی ساخته شده است با استفاده داده شد و همه شهروندان شهر بوستان این تحفه ارزشناک پیشوای معظم ملت را خوب پیشواز گرفتند و در قصر فرهنگ شهر بوستان که بی واسطه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از موازنه کارخانه دولتی فلزات نادری تاجیکستان به موازنه حکومت شهر بوستان گذرانده شد. در قصر فرهنگ شهر بوستان 3 انسامبل کار و فعالیت می نمایند که همه روزه در چهارابینی های چی شهری باشد، چی ولایتی باشد و چی جمهوریوی باشد فعالانه اشتراک کرده استودند. در شهر بوستان تامین پیشرفت تمام ساها در سالهای صاحب استقلالی وطن با تطبیق برنامه های دولتی و وسعت تدبیرهای سازندگی و آبادانی عملی گردیده فعلا ساکنان در بهترین شرایط کار و فعالیت دارند. ساکنان شهر با پیگیری هدفمندانه دستور و هدایت های پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در همه سمت های خواجگی‌داری در این دوره به دستاوردهای نظررس نائل شده با احساس بلند خویشتن شناسی و وطن دوستی در تامین ثبات و آرامی و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزشمند خود را می‌گذارند.